به نام خدا. قسمت سوم شاهزاده و ملکه خاتون. ملکه نیز که از اولین دیدار خود با جمال خاطره خوشی داشت، به تدریج مهر جمال را بر دل گرفت. چنین شد که جمال و ملکه هر روز با هم دیدار می کردند. تا اینکه روزی جمال به ملکه گفت قصد سفر دارم و تو را نیز همراه خود خواهم برد. ملکه پرسید چطور ممکن است؟ این کار باعث خواهد شد که هر دو هلاک شویم. جمال گفت کارها را به من بسپار و نگران نباش. ملکه نیز رضایت داد. جمال گفت من خنجری از طلا به زرگر هدیه داده بودم. آن را نزد من بیاور. جمال خنجر را برداشت و به نزد زرگر رفت. خنجر را به او نشان داد و گفت این متعلق به دوست من است و قصد فروش آن را دارم. ببین چقدر می‌ارزد. زرگر با دیدن خنجر آن را شناخت و برای اینکه از جریان با خبر شود فوراً روانه خانه شد. جمال نیز از طریق نقب زودتر از زرگر نزد ملکه رفت و خنجر را به او داد تا آن را در جای خود بگذارد. زرگر از راه رسید و از ملکه خواست تا خنجر طلایی را نزد وی ببرد. دختر نیز خنجر را به او نشان داد. زرگر شگفت زده راه بازگشت در پیش گرفت. جمال نیز خنجر را برداشت و با شتاب به مغازه رفت و پیش زرگر. زرگر وقتی به مغازه رسید، جمال و خنجر را در آنجا یافت. چند روز بعد جمال به همین ترتیب شمعدان را از ملکه گرفت و به مغازه زرگر رفت. زرگر با مشاهده شمعدان باز هم آنها را شناخت و مجدداً روانه خانه شد. جمال نیز زودتر از وی خود را به خانه رساند، طوری که زرگر وقتی به خانه رسید شمعدان را در همان جا یافت. به مغازه بازگشت و جمال زودتر از او در آنجا حاضر بود. مدتی نیز از این واقعه گذشت. به پیشنهاد جمال ملکه همراه او به مغازه زرگر رفت و به او گفت استاد، قصد ازدواج با این دختر را دارم. زرگر گفت مبارک باشد. جشن بزرگی برای شما برپا خواهیم کرد. لیکن با دیدن دختر ملکه را شناخت و به شدت عصبانی شد. با عجله روانه خانه شد. اما ملکه و جمال از راه نقب زودتر از وی به خانه رسیده بودند. طوری که وقتی زرگر به خانه رسید ملکه را در آنجا یافت. ملکه خاتون که پدرش را مضطرب دید، علت نگرانی او را جویا شد. پدر گفت جمال قصد ازدواج با دختری دارد که عیناً شبیه توست، طوری که من یقین داشتم خود تو را در مغازه دیدم. این کار حتما کار اجنه و شیاطین است. دختر گفت خب ممکن است آن دختر شبیه من باشد و این نباید باعث ناراحتی تو شود. زرگر باز به مغازه رفت و جمال و ملکه را آنجا دید. زرگر برای برطرف ساختن شک خود باز به خانه برگشت و ملکه را در آنجا دید تا اینکه سرانجام مطمئن شد آن دختر ملکه خاتون نیست. برای مراسم نکاح تدارک دیدند و ملکه به عقد جمال درآمد. مدتی از این واقعه گذشت تا اینکه جمال روزی به ملکه خاتون گفت محبوب من، حالا زمان فرا رسیده که همراه هم به نزد پدرت رویم. ملکه گفت چه میگویی؟ پدرم با فهمیدن ماجرا هر دوی ما را خواهد کشت. جمال گفت نه، همه کارها با وساطت خود او صورت گرفته. جمال و ملکه پیش زرگر رفتند. جمال به زرگر گفت من و همسرم قصد سفر داریم و برای خداحافظی از شما به اینجا آمده ای. زرگر با دیدن ملکه باز هم شک و تردید بر دلش نشست و برای اطمینان پیشتر خواست به اتاق دخترش برود. جمال او را از این کار بازداشت و تمام ماجرا را چنان که از زبان قصه گو شنیدید از اول تا آخر برای او بازگو کرد و سرانجام گفت همه کارها نیز با درایت شما صورت گرفته. زرگر متوجه شد که کار از کار گذشته و چاره‌ای ندارد. دعای خیر بدرقه راهشان کرد و رو به جمال کرد و گفت ملکه خاتون نامزد شاهزاده این سرزمین است و من مجبورم ماجرا را برای او بازگو کنم، اما شما زود راه سفر در پیش گیرید.
پس از 40 روز به نزد شاهزاده می روم و ماجرا را برای او تعریف می کنم. پس از گذشت این مدت شاهزاده نمی تواند شما را پیدا کند. به امر پادشاه لشکریانش همه نواحی اطراف را جستجو کردند، اما آن دو را نیافتند. جمال و ملک خاتون به خانه تاجر رسیدند. تاجر با دیدن آنها بسیار خوشحال شد و گفت عالی است، ملک خاتون و همسری من در خواهد آمد. جمال که متوجه شد تاجر به زور هم که شده ملکه را از او خواهد گرفت، پاسی از شب گذشته همراه ملکه از خانه تاجر گریخت. صبح روز بعد تاجر به جستجوی آنها رفت. تاجر و جمال و ملک خاتون هر سه با هم به سرزمین زادگاه جمال رسیدند. تاجر با عجله به نزد پادشاه رفت و گفت جوانی همسر مرا ربوده و اکنون در این دیار است. دستور بده تا او را دستگیر کنند و گردن بزنند تا این کار موجب عبرت دیگران شود. به امر پادشاه جمال را دستگیر کردند و به حضور او آوردند. به دستور پادشاه جمال را کنار چوبه دار بردند تا او را حلق‌آویز کنند. در همین ضمن جمال شروع به خندیدن کرد. پادشاه پرسید سبب خنده تو آن هم پای چوبه دار چیست؟ با شنیدن قضایا پادشاه فهمید جمال فرزند خود اوست که چند سال پیش به توصیه وزیر هوشیار از اعدام او صرف نظر کرده و دستور داده بود تا در جنگل رهایش کنند. او را در آغوش فشرد و چشم روی او را بوسید. پادشاه دستور داد تا تاجر و همسر خود را حلق‌آویز کنند. اما جمال گفت از گناه همسرت چشم بپوش، او اشتباه خود را جبران خواهد کرد. پادشاه نیز رضایت داد. 7 شبانه روز جشن و شادی برپا شد و جمال و ملک خاتون عمری را به خوشی گذراندند. ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم بفرستید.